ورزشگاه یادگار امام رو مشاهده میکنید که از این لحظه بازی آغاز میشه و تو در اختیار ریکاردو آلوس هستش. ترکیب دو تیم رو سریع مرور کنیم بعد بریم سراغ گزارش جریان بازی برای تیم تراکتور، تیم میزبان در این دیدار. فرصت برای یاران صنعت نفت، ببینیم از این تو چگونه استفاده خواهند کرد. ضربه که زده میشه با دخالت یاران تراکتور خطرناک بود و پورامیدی توپو گرفت که شمس میتونست دروازه تراکتور رو باز کنه که این اتفاق نیفتاد. خوبش کار تیمی خوب تراکتوریا. فرصت برای ریکاردو، عالی بود این کار و ضربه ای که میتونست گل بشه. گل میشد، چه گلی میشد که اونجا فتاله نذاشت دروازه توسط گوستاوو باز بشه در دهمین دقیقه بازی. خیلی خوب بود کار تیمی تراکتوریا. ببینید ریکاردو رو شما، و ضربه ای که با پای غیر تخصصی زد، ضربش کم بود و گرفت توپ رو فهد تاله. زاویه رو ببنده، موقعیت برای صنعت نفت آبادان. چه زده حمله‌ای زدن و چه توپی گرفت پورحمیدی، چیکار کرد؟ عالی بود خروجش. سمت راست آقاسی، ببینید تا کجا جلو اومده مدافع میانی تراکتور. خود آقاسی ضربه شو میزنه توی دروازه، توی دروازه، چه گلی! مدافع پیشتاخته تراکتوریا دروازه فهد طالب رو باز میکنه. تراکتور 1 صنعت نفت آبادان 0. 25مین دقیقه بازی، این تراکتوری که پیش میفته، جریان بازی کلا به نفع تراکتوریا بود. هوادارهای تراکتور رو شما در تصویر ملاحظه میفرمایید، هوادارهایی که خالق صحنه های ارزشمند هواداری بودن بارها و بارها و اتفاقات مختلف هواداری رو رقم زدن و همیشه در کنار تیمشون بودن، و شاید بشه گفت که این صحنه های ماندگار مختص تراکتوریاست و شاید خیلی از تیم‌ها توی دنیا باید حسرتش رو بخورن نه تجربهش رو داشته باشن. خواهیم دید در تصویر آسته با پای چپ جلو اومد و ضربش رو زد، یه نگاه و یه ضربه و توپی که به تور چسبید و دیگه نمیشد گرفت. عارف آقاسی اینجوری دروازه صنعت نفتی رو باز میکنه، به تنهایی پشت توپ قرار گرفته برای ارسال. ارسال آلوز داخل محوطه جریمه، توپ برمیگرده پشت محوطه، بازم برای آقاسی. فرصت برای هاشم نژاد، خود هاشم نژاد پیشروی میکنه، موقعیت برای این بازیکن، ضربه‌شو میزنه، گل بعدی در راهه، میشه 2-0 دیدار دو تیم تراکتور و نفت آبادان. با هاشم نژاد خودش پیشروی کرد و یه موقعیت خوب گلزنی برای خودش ساخت و یه بار دیگه شادی برای هوادار تراکتور و یه بار دیگه شادی و خوشحالی روی سکوهای ورزشگاه یادگار ما. این بار سر گل دوم فهد طالب نتونست بگیره ضربه هاشم نژادو، نمیشد گرفت. شکره آقای خمس فاصله امتیازی بالای جدول یه جوریه که رقابت در نیم فصل دوم قطعا جذابتر دنبال خواهد شد. ببینید در تصویر این بازیکن آقای چپ زد و یه گل دیگه برای تراکتور ثبت شد. نعمتی همکاری این بازیکن با قنبری، ببینیم کجا خواهد رسید. از صد بازیکن مقابلش گذشت، ارسالش انجام میده داخل محوطه جریمه. گوستاوو پشت محوطه، ضربه فنی این بازیکن که تو چارچوب نیست. پشت محوطه یاران تراکتور موفق هستن در دفع توپ، البته نکامل، حالا یه ضد حمله میتونن بزنن. چه ضد حمله شد، هاشم نژاد موقعیت برای این بازیکن، میره برای گل سوم و گل دوم خودش یا نه؟ هاشم نژاد، خود هاشم نژاد چیکار کرد با این توپ و این موقعیت؟ این بازیکن میتونست خیلی بهتر از اینو کار کنه. یکو دو دورو گرفت، خیلی خوب بود کارش با هاشم نژاد. سعید کریم آذر و ضربه که راهی بیرون میشه، کورنر برای تراکتور. اونجا ناموفقه موقعیت برای تراکتور، پورته دادن تراکتور، یا عبدی خودش میزنه و بعد میزنه. موقعیت برای ارسال هست، کم تعدادن
داخل محوطه جریمه، حالا تعدادشون بیشتر میشه. یه پاس خوب، یه ضربه و توپی که اونجا پورحمیدی راهی کورنرش میکنه. کار خوبه یارانه سنت نفت آبادان که انجام شد. حسین شنانی این چهره این بازیکن ضربهشو زد اما پورحمیدی مانع باز شدن دروازه شد. ببینیم در تصویر هسته به این شکل صاحب توپ شد، میتونست بهتر از اینا بزنه ضربه خودش رو، اما خب با این حال یک کورنر گرفت. توپ در اختیار نعمتی است، پاس رو به جلو برای امیرحسین حسین زاده، به این توپ میتونه برسه خود حسین زاده، فرصت و موقع برای ترکتور حسین زاده، کاش برای رستمی و عجب توپی گل نشد. عجب توپی بود و عجب موقعیتی. ببینیم در تصویر هسته چی شد، چجوری گل نشد. عجب موقعیتی بود، خیلی خوب توپگیری کرد، یه پاس رو به جلو و توپی که تیر دروازه برخورد کرد. حالا این صحنه مشخص میکنه که اصلا آفساید نبود. به ترکتور ضربه که اونجا زده میشه توی دروازه، توی دروازه، گل بعدی، گل سوم با این بازیکن قنبری برای ترکتور. شادی هواداری ترکتور، گل سوم رو قنبری به ثمر میرسونه تا مجدد شادی رو بیاره روی سکوهای ورزشگاه یادگار امام. خواهیم دید در تصویر هسته زیبای کار رو، شگردشه دیگه قنبری این ضربات. خیلی خوب حرکت کرد واقعی ویسی دیگه، چهره و نوع نگاه گویای شرایط هست. ضربه که زده شد، سه گل با پای چپ برای ترکتور تو این بازی. فضای خیلی خوبی در اختیارش گذاشتم و حرکتش رو انجام داد. عرض کردم این حرکت شگرده، این ضربات شگرده محمد قنبریه و فصل قبل گل داشت از روی ضربات شوی مجدد و کاشته که اینجا بد کار کرد. سوت پایان بازی در میه دوم و پایان بازی زده میشه و خب برتری 3-0 ترکتور مقابل نفت آبادان. پکو خمز و عبدالله ویسی رقابتشون با پیروزی برای آقای خمز پایان رسید.